وضعیت حقوقی زنان در اکثر کشورهای اسلامی تبعیض‌آمیزه. در ایران در سال 1979 انقلاب اسلامی شد و از اون زمان قوانین تبعیض‌آمیزی علیه زنها به تصویب رسید. از جمله یک مرد میتواند 4 زن بگیرد، ارزش جان زن نصف ارزش جان مرده، یعنی اگر زن و مردی با هم بروند به خیابان در اثر تصادف اتومبیل یا در یک دعوا زخمی بشن، خسارتی که به زن میدن نصف خسارتی است که به مرد تعلق میگیره. شهادت 2 زن در دادگاه معادل با شهادت 1 مرد. ارثیه 1 دختر نصف ارثیه پسر و بسیاری قوانین تبعیض‌آمیز دیگر. تمام اینها در کشور من ایران اجرا میشه و زنهای ایران با این قوانین مخالفند، زیرا بیش از 60% دانشجویان دانشگاه‌های ایران دخترند. یعنی ایران اصولاً کشوری است که زن‌های تحصیل کرده دانشگاهیش بیشتر از مردان تحصیل کرده دانشگاهی است. زنان ایران بیش از 50 سال، یعنی حتی قبل از زنان سوئیس حق رأی به دست آوردن به مجلس رفتند. ما یک فرهنگ بسیار قدیمی داریم، بنابراین طبیعی است که زنها این قوانین تبعیض‌آمیزی رو که جمهوری اسلامی بر ما تحمیل کرده نمیپسندند و مبارزه میکنند. جنبش فمینیستی در ایران خیلی قویه. حکومت تعدادی از فمینیست ها رو زندان انداخته. در حال حاضر حدود 100 زن فمینیست در زندان داریم که فقط به خاطر مبارزات فمینیستی در زندان هستند. در سایر کشورها در منطقه متاسفانه باز هم وضعیت زنان خوب نیست. در کویت، بحرین، یمن، امارات، عربستان سعودی، همه اینها وضعیت زنها بد است و صحبت سر این است که چرا در این منطقه اینقدر زنها مورد تبعیض و ستم قرار میگیرند. عده‌ای تصور میکنند منشأ اصلی دین اسلامه، اما من اینطور فکر نمیکنم، زیرا اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای مختلفی دارد. در این قسمت از دنیا فرهنگ پدرسالار خیلی قویه و ضمناً اکثر این کشورها که نام بردم حکومت استبدادی دارد و دین به وسیله مردان و حکومت‌های استبدادی تفسیر میشه و همین دلیله که این قوانین از توش بیرون میاد. فراموش نکنیم در سایر ادیان هم تفسیرهای مختلفی هست. به عنوان مثال در غرب یک کلیسا سقط جنین رو قبول میکنه و یک کلیسا رد میکنه و هر دوتا پیرو به دین مسیح هستند. یا در
بعضی کشیش ها ازدواج همجنسگرایان رو قبول میکنن و بعضی ها رد میکنن و هر دوتا پیرو یک دین هستن. اسلام هم همینطوره، تفسیرهای مختلفی داره. بنابراین اگر در این کشورها حکومت‌های مردمی و حکومت‌هایی که فرهنگ پدرسالار نداشته باشند روی کار بیاد، مسلماً وضع زن‌ها بهتره. و اما در مورد پناهندگان و اینکه چرا اینقدر از این کشورها به اروپا و آمریکا پناهنده می شوند؟ شما اشاره کردید به وضعیتی که در ایتالیا اخیراً پیش آمد و تعدادی از پناهندگان در کشتیشون غرق شدند. قبل از اینکه بپرسیم وضعیت پناهندگان چگونه است، بایستی سوال بکنید چه اتفاقی میفته که این همه مردم کشورشون رو، خانوادهشون رو ترک میکنن و با این مصیبت به اروپای شما میآیند که بتوانند زندگی کنند. این مردم از فقر فرار می کنند، از استبداد فرار می کنند، از ظلم حکومت ها فرار می کنند. و باید بگویم که من با همکارم از امنستی هم عقیده هستم، ضمن اینکه از امنستی بسیار ممنون هستم که به کشور من و زندانیان سیاسی در ایران، که تعداد زندانیان سیاسی در ایران زیاد است، خیلی کمک کردید. باید بگویم که غرب و دنیا در آنچه که در خاورمیانه میگذرد بی تقصیر نیست. سالها کمپانی های بزرگ اروپایی و آمریکایی منافع ملی رو با همدستی حکومت‌های فاسد غارت کردند، در نتیجه مردم فقیر شدند. سالها اروپاییان با حکومت‌های استبدادی داد و ستد و روابط نزدیک داشتند. شما یادتون میاد قذافی وقتی می آمد اروپا چطور ازش استقبال می شد؟ او حتی در قصرهای اروپایی برای اینکه تحقیر بکنه شما رو سکونت نمی کرد. خودش خیمه عربی در پارک ها می زد و شتر سوارها رو می آورد برای اینکه بگوید من فرهنگ خودم رو دارم و کشورهای اروپایی خیلی راحت قبول می‌کردن. چرا؟ برای اینکه نفت لیبی رو می‌خواستن. و حالا وقتی که مردم لیبی دچار این مصیبت شدن، شما اون مردم رو راه نمیدید. آیا فکر نمی کنید در قبال منافعی که از لیبی برده شده بایستی به مردمش کمک بشه؟ یه مثال دیگه، پول های قذافی در بانک های سوئیس و تا الان قسمت اعظمش پس داده نشده. همون پول‌ها رو صرف مردم لیبی بکنید، اون وقت اینها سوار کشتی نمیشن که بیان ایتالیا و تو دریا غرق بشن. بقیه
کشور ما هم همینطوره. نگاه کنید به عربستان سعودی. دوست صمیمی عربستان سعودی کیه؟ باز میدونید در عربستان سعودی زنها حتی حق ندارند رانندگی اتومبیل بکنند و تا 10 سال قبل حتی شناسنامه نداشتند، یعنی اصلا انسان به حساب نمی آمدند. بنابراین ما بایستی قبول کنیم جهان یک دهکده است. یا مثال دیگر، جهان شبیه یک کشتی بزرگه. ما همه سوار یک کشتی هستیم. اگر یک قسمتی از این کشتی آتیش بگیره، این آتیش به بقیه جاها سرایت میکنه. بنابراین متوجه باشید، اگر با یک حکومت دیکتاتوری دوستی میکنید، اگر منابع ملی یک کشوری رو غارت میکنید، بعدها نتیجهش برمیگرده به کشور خود شما. ما همه بایستی دست به دست هم بدیم و این کشتی رو مرمت بکنیم و همه به سوی هدف واحدی که صلح بین المللی باشه حرکت کنیم. دنیا الان بسیار ناامنه. تروریست ها همه جا هستن. مجازات هم می شوند. اما به من بگید، آیا مجازات تروریست ها باعث شده است که ترور و خشونت در جهان کم بشود؟ متاسفانه نه، روز به روز بیشتر میشه. چرا؟ با تروریسم ریشه‌ای بایستی مبارزه بکنید. ریشه تروریسم فقر و جهالت. کمک کنید فقرا رو و مدرسه بسازید، به اینها دانش بدید، به جای اینکه بمب سر مردم بریزید مدرسه بسازید. اون وقت میبینید که 20 سال آینده چقدر از مشکلات حل میشه. بایستی ریشه ای مشکلاتمون رو حل کنیم و الا مجازات یک یا چند تروریست دردی رو دوا نمی کنه. متشکرم.